و حال آقای یحیی چاوش آگاه امور سیاسی با ما هستند تا در مورد افزایش خشونت ها و ناامنی ها یه اخیر در پایتخت و کشور بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای چاوش سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه پیک روز. در نخست میخوایم از شما بپرسم که واقعا مسئول این همه نابسامانی ها و ناامنی ها در افغانستان کی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مرسل جان منصوری، سلام به همه بیندای عزیز شما. مسئول معلوم است، مسئول در یک مملکت مسئول اداره دولتی است. ما اداره دولت باید مسئولیت بگیره از ناامنی ها در داخل افغانستان. با کمال تاسف ما در شرایط قرار داریم که سرنوشت وطن ما امروزه در بیرون، در کشورهای خارجی، در کشورهای بیگانه سرنوشت کشور ما دست به دست میشه. امروز در داخل وطن خود ما سیاستمدارای پخته، کارآزموده و کارآگاه داریم. با کمال تاسف که در اداره دولت، در اداره حکومت کسی ما به نام سیاستمدار نداریم و نمیشناسیم. سیاستگزارای ما نداریم در چوکات اداره دولتی که یا بتنن در مورد مسائل سیاسی کشور خود، در مورد مسائل نظامی کشور خود، در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی وطن، تصامیم وطن پرستانه، تصامیم ملی و تصامیم عاقلانه بگیرن. همی از که روز بروز میبینین که وضعیت کشور ما رو به بدتر شدن میره، وضعیت رو به خرابی میره، وضعیت از کنترل خارج شده. دیگه از این بدتر امکان از این نیست که از این بدتر دیگه تو کجا بریم. امروز میبینیم که نه روشن فکر ما، نه تحصیل کرده ما، نه متعلم ما، نه اتباع عادی کشور ما، زندگی از او، مال از او، جان از او، هیچ چیزی در امن و امان نیست. همه در معرض خطر است. همی شما که در تلویزیون صحبت میکنین، امثال شما کسایی که بواسطه وطن خود، بواسطه روشنگری زحمت میکشین، ریسک میکنین، از خود گذری میکنین، حاضر میشین. این بسیار بسیار چی بگم دیگه که شرایطی است، شرایط بسیار بد است، خطرناک است، از این بدتر نمیشه. مسئولین ما، مسئولین ادارات دولتی احساس مسئولیت نمیکنن یا کاملا کسایی در ادارات وجود دارن، در رأس وجود دارن که یا اصلا راجب چوکی، راجب مقام، راجب جیبا، راجب سرنوشت از این که با آینده چقدر پیسه زراندوزی کنن، راجب این مسائل فکر میکنن. خون مردم افغانستان، خون طفل افغانستان، خون هر هموطن ما پیش از یا ارزش نداره. اگر ارزش میداشت یا باید گوش بکردن حرفای سیاسیون، حرفای جامعه مدنی، احزاب، سازمان های ملی و مترقی که هر روز از طریق از این تلویزیون های شما شرایط برشان مساعد میشه تا مسائل علمی، مسائل سیاسی، مسائل راجع به جنگ و صلح وطن و بررسی بگیرن. و این هم از برکت شما و همین تلویزیون هاست که تا فعلا هم همی آزادی نسبی بیانر شما با قربانی خود، با دادن خون، با ریختن خون خود، شما جورنالیست های عزیز شرایط مساعد میکنین و اطلاعات جمعی وطن ما ای قربانی دادن و میدن مساعد میسازین. یا همه برای عزیز هست که دولت و دولت مردم باید گوش خود باز کنن. هر نقطه که از طریق مبصرین، تحلیلگرا، سیاسیون مطرح میشه برای از این باید قابل ارزش باشه که راجب وطن صحبت میشه، راجب بیرون رفت از این وضعیت صحبت میشه. تا حال بارها ما مطرح ساختم که در وطن ما ظرفیت های از این هست از طریق داخل افغانستان به وسیله کسایی که امکانات دارن، متخصصین ما، اشکراد و نخبه های اپراتیفی ما وضعیت تحت کنترل بیاید. در اینجا باید کسای در رأس قرار بگیره که بتونن اوزار تحت کنترل بیارن در شهرها، در ولسوالی ها و در هر نایی شهر کابل، نواحی ولایات ما. امروز میبینیم در بسیار ولایت افغانستان وضع بسیار ناهنجار است. امروز در ولایت هرات پیش توی ولایت مردم جمع شده بودن، شکایت کردن از ناامنی،
از بدامنی، از ترورها، اختطافها، همیتو در یک تعداد ولایات دیگه وضعیت از این بدتر است، وضعیت از این خرابتر است. مردم واقعا مستحق از این هستند که در وطن صدای خود بالا کنند، به خاطر امنیت انتقاد کنند، پیشنهادات و نظریات داشته باشند. با کمال تاسف که امروز میبینین ما رئیس جمهوری داریم که اصلا صدای ملت خود نمیشنوه، صدای روشنفکران نمیشنوه، صدای متخصصین نمیشنوه، صدای نخبار نمیشنوه و تصمیم گیرنده کاش که رئیس جمهور بودی. امروز میبینین تصمیم گیرنده در افغانستان، تصمیم گیرنده که علنی هم گاهی در روی پرده تلویزیون ها میآید، در افغانستان تصمیم گیرنده بیبیگول است، تصمیم گیرنده خانم لبنانی است. این گپا را از روی درد میگم، از روی احساس میگم. مردم افغانستان تا چی وقت تحمل کنن این همه بیعدالتی، ناامنی، ظلم، چور و چپاول و قتل و غارتی که در شهرها، در کوچه‌های وطن ما صورت میگیره؟ از این بیشتر جایی نداره. من این های سری حرکت ملی خط سوم با نمایندگی از ده‌ها حزب و صدها سازمان اجتماعی و مدنی صدار بلند میکنم که بس است. از این بیشتر امکان نداره، از این بیشتر خلای قدرت در هیچ کشور ممکن نیست. در وطن ما خلای قدرت است، در وطن ما هیچ تصمیم گیری های به نفع ملت صورت نگرفته، تا حالی صورت نمیگیره. و همین مسائل است که نتانستن زمینه در داخل افغانستان مساعد بسازن تا بتونه مذاکرات در داخل افغانستان صورت بگیره، تا از داخل وطن ما صلح شروع شه، از ولسوالی های ما، از قریه های ما، از ولایات ما امکانات. بارها و بارها ما گفتم که حرکت ملی خطسون امکانات ما داریم، امکانات عملی داریم و حال کار از کار تیر شده. حال کار از کار در به این شکل تیر شده که تمام متحدین خود این دولت از دست داده، حتی کسایی که نسبی هم با یا اتحاد بودن دیگه کارت به گلون هر کدام رسیده. حتی کسایی که دیروز ما وار جنگ سالار میگیم، او هم به بینی رسیدن با همین سلاح، با همین مهمات، با همین امکاناتی که او برای دفاع از خود دارن، هم دیگه امکان زندگی کردن برای از او هم ممکن نیست. امروز ترورهایی که در داخل شهر کابل صورت میگیره، ترورهای سازماندهی شده ای که صورت میگیره، مشخص معلوم است که باند گلبدین و آیس آی در داخل شهر کابل با از طریق تروریسته های شهری خود که یا در گذشته هم یا در وقت دکتر شهید دکتر نجیب الله همی تروریسته های شهری داشتن. حالا اگه تروریسته های شهری از یا بسیار فعال است یا فعال ساختن یا مخالفین سیاسی خود، هر کس که صدای خود علیه از یا بلند کنه، یا میل چسبکی یا انفجار یا انتحار یا ترور ادامه میده. بله. مشخص آقای چاوش، چه فکر میکنید که آغاز دور دوم مذاکرات صلح چقدر میتونه که پایان یا کاهش بر این همه باشه و با این وضعیت میشه دور دوم را به خوبی پیش برد؟ در شرایط فعلی هیچ پروسه پایان برای همه چیز نیست. آنقدر وضعیت در داخل افغانستان و اطراف افغانستان پیچیده ساختن با سیاست‌های خام، با سیاست‌های طفلانه پیچیده ساختن که حتی جهان رو با مشکل مواجه ساختن. امروز جهان تصمیم درستی در مورد افغانستان گرفته نمیتونه. امیدوارم که مذاکراتی که در دوحه پیش میره و ملاقات و مشوره هایی که با بزرگای سیاسی افغانستان صورت گرفته پیش میره، به یک نتیجه مطلوب برسیم. نتیجه مطلوب این است که دیگه مردم تحمل ادامه ای شکل سیاست و ای ادامه سیاست در افغانستان نداره. ای موجب سبب فاجعه و ادامه فاجعه در داخل افغانستان شده. متوقع من از این دور دوم مذاکرات و پیشنهاد ما برای ازیایی است که احساس مسئولیت کنند در مقابل وطن خود، در مقابل هم وطنان خود، در مقابل خون عزیزانی که وا هم شریک هستند. در این جی قوم خیش نزدیکا اقارب از وام هست، هر روز کشته میشه یا بمبارد میشه یا ترور میشه، بالاخره به شکل از اشکال ادامه خون افغان، ادامه خون افغان است که اینمی آسیاب نامانوسی که نام از این دولت گذاشتین به چرخ آورده و میخواین یا چوکی های خود با خون افغان، با خون هموطنان خود حفظ کنن و
برای از او ارزش نداره که روزانه چقدر طفل کشته میشه، چقدر زن، کودک، پیر، جوان، متخصص، دانشمند و روشن فکر در اینجا ترور میشه. یا باید فکر کنن در که در دیگر کشورهای جهان، در بیرون از جهان، اگه یک طفل حتی موتر تکر کنه، میبینین که ساعتها راه بسته میشه، تصامیم گرفته میشه و یک کشور تکان میخوره. وطن ما امروز هر روز دریای خون است. تا چی سرحد، تا چی وقتی ادامه پیدا کنه؟ بالاخره مردم باید صدای خود بلند کنن. امروز صدا بلند شده، امروز صدا از تمام از طریق ما در تمام ولایت افغانستان، در نقطه در قریات افغانستان شما دیدین که در دورترین قریه ما اونجا بودم با مردم، کسایی میتونه صلح بیاره که وابطنه با مردم بشینه، کسایی که از پشت دیوارهای کانکریتی صدای صلح بلند میکنن، او از صلح میترسن، او از آمدن صلح میترسن، او از امنیت میترسن، زندگی از او، چوکی های از او، دارایی از او در امنیت، در صلح به خطر میفته. او دشمنان صلح هستن. امروز مردم افغانستان دشمنان خود و دشمنان صلح شناختن. این هست وضعیت موجود، وضعیت فعلی، وضعیت اسفبار وطن ما. بله، شو فکر میکنید که آقای چاوش توافق نامی صلح میان امریکا و طالبان چقدر میتونه که عمل شدنش سودمند واقع شود بر افغانستان، چنانچه آقای غنی گفتن که شماری از موارد در این توافق نامه مبهم است؟ همونطور که شما میدانین، چون در این توافق نامه از ابتدا حضور جامعه مدنی، حضور روشن فکرا، حضور مردم افغانستان از ابتدا شروع توافق در نبود، نواقص خود داره، ولی به هر صورت یک شروعی بود، شروعی برای مذاکرات بود، شروعی برای گفتگوها بود و در این نقاط مثبتی هم داره. اگر سر نقاط مثبت از این تکیه صورت بگیره، کار صورت بگیره، امیدوارم که در زیاد بخشای از این ممکن مفید واقع شه. بله بله. آقای چاوش شما چه فکر میکنید که چقدر میتونه که ایجاد اداره موقت در افغانستان بر مردم سودمند واقع شود و ما را نزدیک بسازه به یک توافق صلح؟ اداره موقت هیچ وقت ادارات کوتاه مدت، ادارات موقت، ادارات از این دست برای هیچ وقت به نفع هیچ کشوری نبوده، به نفع مردم افغانستان نبوده. ولی چرا مطرح است در این شرایط؟ و این از روی ناشاری است، از روی نایلاجی است. منظور از این باید اداره جانشین باشه، نه اداره که چوکات بشکنه و سیستمه. در اداره موقت که فعلا تا جایی که ما به جریان هستم مطرح است، در اینجا ازم پاشی نظام مطرح نیست، در اینجا شکستن سیستم مطرح نیست و از بین بردن قانون اساسی مطرح نیست، در اینجا صرف دولت، اپارات دولتی، اپارات بلند دولتی تغییرات در او میایه که ای اگر به اشتراک همه افغان ها باشه، همه شمول باشه و با مشوره با جامعه مدنی و شخصیت های ملی و مترقی و سازمان ها و احزاب ملی و مترقی و وطن دوست کشور باشه، این در شرایط فعلی مسلماً که به نفع کشور است. برای از این که ما میبینیم که در فعلا اداره که حکومت رهبری میکنه، این بسیار خود از این شرایط را مساعد ساخته، خودش هم امکانات را آورده، خودش مجبور ساخته مردم را تا بالاخره یا به اداره موقت هم موافقت کنند، حتی با آمدن طالبا هم موافقت کنند. اگر ما یک دولت سالمی می داشتیم، اگر ما یک دولت مردمی می داشتیم، اگر ما یک دولتی که صدای مردم را میشنید و از بطن مردم تولد شده بود می داشتین، هیچ وقت ضرورت ما به اداره موقت یعنی قبیل ادارات عبوری و یا جانشین و غیره نداشتیم. هیچ وقت ما ضرورت نداشتیم که از بیرون برای ما دولت تعیین شه. حالا مردم افغانستان دست خود به دامان هر کس می اندازن، به دامان آن کشورهایی که در امور افغانستان نقش دارن دست خود می اندازن و کمک میخواین که به لحاظ خدا به هر شکل میشه ما رو نجات بدین. مردم افغانستان امروز ضرورت به نجات دادن دارن. نجات یعنی چی؟ نجات به این معنی که امروز از یک طرف که هم مداخله در داخل کشور ما جریان داره، دولت فعلی نمیتونه از تمامیت ارضی دفاع کنه، نمیتونه از حاکمیت ملی رو تمثیل کنه، امنیت مردم تامین کنه، پس مردم چی کنن؟ با
باید یک چیزی خواسته باشن، یک راه حل، یک بیرون رفتی و یک الترناتیف باید جستجو شه. الترناتیف فعلی این که امریکا و کشورهای ناتو مطرح کردن در شرایط فعلی اینمی موضوع است که فعلا میگن که باید سر دولت اداره جانشین صحبت شه، کسایی باید تعویض شه در رأس دولت که بتانن کنترل اوزار به دست بگیرن، نی که سیستم بشکنه. برای از این که آمدن اینمی دولت هم ای از مجرای اصلی قانونی به وجود نماده، با یک عالم تقلب، با یک فیصدی بسیار ناچیز و معدود آرای مردم کجا از قانونی است؟ یه از که ما با خود قبول سر خودی گپ تعمیل میکنیم میپذیریم و از مجبوریت، ولی مردم افغانستان هیچ مجبوریتن که تا عبد خون بدن. حکومت چگونه میتونه که این وضعیت را اداره بکنه و به ویژه قتل ها و ترور های هدفمندی که صورت میگیره و اما طالبان دست داشتن در این مورد را رد میکنن و کار طالبان نیست این قتل ها و ترور ها، حکومت حالا باید چرا حل برازی پیدا بکنه؟ از نظر شما آیا این گفتگوهای صلح میتونه که راه حل بر پایان این گونه حملات باشه یا نه بعد از توافق صلح هم این گونه حمله ها ادامه داشته باشه چون طالبان در این دست ندارن؟ بله، طالبا بارها این ترورا رد کردن و این ترورا تا جایی که ما از منابع اپراتیفی خبر داریم، از منابع استخباراتی داخل افغانستان، من ایسی یک متخصص در این عرصه، این ترورها همه مسائل اقدا و انتقام گیری های سیاسی شخصی در داخل شهر کابل و نقاط مختلف است. چون امنیت وجود نداره، وضعیت تحت کنترل نیست، هر کس میتونه در یا دست داشته باشه، هر کس دست باز داره. تمام سازمان هایی که در آینده، در گذشته یا روابط با روابط تروریستی داشتن با نام گروه های مشخص تروریستی خود از یا تربیه میکردن و داشتن، امروز در داخل شهر کابل یا زندگی میکنن یا خود از یا با ده ها و صد ها محافظ امنیتی دارن در پشت دیوارهای کنکریتی زندگی میکنن، یا تمام گروه های تروریستی شهری خود فعال کردن یا اهداف مشخص خود از بین میبرن. این تمام این مسائل نشان دهنده از این است که امنیت شهر کابل، گارنیزون شهر کابل، قطعاتی که برای امنیت توظیف شدن یا خود از یک در بسیار مسائل دیده شده که چون مربوط به بعضی گروه ها و سازمان ها و تنظیم ها هستند، خود از یا مومد میشن، وسیله میشن و میگذارن. چطور میشه در یک منطقه امنیتی کابل نزدیک به حلقه سبز و جای دیگه که تحت سایه شدید امنیتی است، در پهلوی پست‌های امنیتی اونجا میای ترور صورت میگیره، انفجار صورت میگیره، راکت پرانی صورت میگیره، اگر یا دست نداشته باشن اصلا ممکن نیسته. یا این مسائل به طالبا ربطی نداره، این مسائل به خود دولت ارتباط داره که باید امنیت شهرهایی که در اختیار از او است امنیت بگیره، با همین پهنی و درازی سیستم نظامی که در اختیار داره، قوای مسلحی که در اختیار داره، با این تعداد آیا ممکن نیست که امنیت بگیره؟ خیلی هم ممکن است. ملامت در اینجا اداره حکومتی است، ادارات دولتی موظف در بخشهایی که یک ترور صورت میگیره و کاملا مسئول هستند و بیم از این میره که واقعا هم ممکن در این مسائل یا کرنش کنن و یا دخش داشته باشن. بله، چه فکر میکنید آقای چاوش، بالاخره سرنوشت مردم افغانستان چه خواهد شد؟ این گفتگوی صلح میتونه که سرنوشت مردم افغانستان رقم بزنه یا نه؟ چنانچه گفته میشه گروه های زیادی در افغانستان مصروف هراس افغانی هستند، بالاخره این توافق نامه صلح با طالبان نمیتونه پایانی بر جنگ در افغانستان و ناامنی ها باشه. مردم افغانستان و خصوص جامعه روشنفکری، اعضا و سازمان های مترقی باید راه، اگر این گفتگو ناکام میشه باید طرها و راه حل دیگه هم داشته باشن، یک دو سه چهار پنج، زیادتر از این. همونطور که ما همواره همیشه چندین راه حل از طریق همین تلویزیون وزین شما مطرح کردیم، راه بسیار زیادی وجود داره، ولی در این راه سنگ اندازی وجود داره، در این راه نمیخواهند که این راه عملی شه.
نمیخواهند اینمی کسایی که فعلا در رأس قدرت قرار دارند اگه یه آرزوی صلح و امنیت و آرامش داشته باشند با یا باید بشتند یا باید کمیته های اپراتیفی قوی که برای آوردن صلح در داخل افغانستان میتونه موثر باشه باید فعال بسازند اکتیف بسازند و پلان های بیرونی دشمن که بخاطر رقم زدن سرنوشت افغانستان دست به کار شدن باید خونسا بسازند. مشکل اینجی است که ما هم تو که بارها گفتم ما در داخل وطن خود یک اداره سالم نداریم، اداره به معنای اساسی از که بتونه تمام فونکس‌های دولتی را تمام اساسات یک دولت در داخل افغانستان بتونه رهبری و کنترل کنه در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، تعلیم، تربیه و غیره، بخش‌های شقوق اجتماعی بتونه سازماندهی باشه، مبتکر باشه، کادرای آگاه به کار بگماره فعلا نداریم. مشکل ما است، مشکل ما دولتداری ناسالم است. دولتداری ناسالم همه چیز را خراب کرده. ما اگر دولتداری سالم داشته باشیم ما دیدیم که در شرایط در گذشته در زمان شهید دکتر نجیب الله با اینکه نیروهای بسیار محدودی ما در اختیار داشتیم ولی ما لانه امکانات حاضر داشتیم که نه تنها امنیت شهرها رو بگیریم ما لانه های دشمن در خارج ما مورد ضربه قرار می هدف قرار میدادیم ما لانه های دشمن به وسیله خود از ما مورد هدف قرار میدادیم این امکانات بود. امروز استخبارات ما فلج است، امروز اداره امنیت ملی ما ریاست عمومی فلج است، به نام وجود داره، امروز کشف جرایم ما فلج است و اصلا کشف جرایم با مجرمین دست داره و هم دست است. ای از که ما میگیم که ما اداره حکومتی سالمی فعلا در اختیار نداریم و این نسبت است که مردم میگه که اداره باید تغییر بخوره، اداره سالم باید به وجود بیاید. همین چیز به وجود که یک تعداد روشن فکرهای ما رو مجبور به این ساخته که سر از این فکر کنن، سر از این طرح ها با جامعه بین المللی، با اتحادیه اروپا، با ایالات متحده امریکا و دیگه کشورهای همسایه و کشورهایی که در امور افغانستان زی دخل هستند با این مسائل کوشش میکنن که رایزنی ها و توافقات صورت بگیره تا مجبور شه جامعه جهانی که در اینجا یک اداره سالمی، اداره که بتانه دولت را بری کنه، این اداره باید ایجاد شه. منظور از ما از دولت، از کسایی که دولت موقت میگن یا اداره موقت، اداره سالم است، آوردن اداره سالم است، تغییر اداره است، نه تغییر سیستم، نه تغییر دولت. تغییر سیستم اصلا یک فاجعه است برای هر کشور، نقص است، این به نقص وطن است اگر به این مفهوم باشه. ولی اگر به این مفهوم باشه که تغییر کادرها، تغییر اداره گپ درست است، چون اداره رو ثابت ساخته که اداره ناسالم است، به جای اداره ناسالم باید اداره سالم جا به جا شه. بله، تشکر از شما آقای چاوش که در این بحث با ما بودین. موفق باشین.